سلام شب روز شما به خیر در هر کجای دنیا که هستین به این بخش خبری خوش آمدین سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع انفجار شدید در بلوار خلیج فارس در ساعت 7 و 35 دقیقه امروز خبر داد و گفت بر اثر این حادثه بخشی از کارگاه بندی محصولات غذایی و قسمت اداری آن تخریب شد سید جلال ملکی امروز سهشنبه به ایرنا گفت بر اثر این حادثه ده کارگر در بخشهای مختلف این کارگاه محبوس شدند بلکه افسود صدای انفجار موجب بسته شدن تعدادی از دربهای کارگاه شد که با تلاش ماموران آنها باز شده و افراد نجات یافتند وی ادامه داد یک کارگر مرد بر اثر این حادثه دچار سوختگی شد که برای دریافت خدمات درمانی تحویل نیروهای اورژانس شد سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت علت این انفجار در دسته بررسی است. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در اقدامی کم سابقه به دفاع از دولت یازدهم برای رسانه های وابسته به نهادهای نظامی هشدار داد. چنانچه روی کرد خود در رابطه با دولت را تغییر ندهند، با آنها برخورد خواهد شد. فیروزآبادی گفت باید شکرگزار وجود شخصیتی چون حسن روحانی بود و از دولت وی پشتیبانی کرد تا کشتی کشور را پیش ببرد. این مقام نظامی از مدیران رسانه ها خواسته اخباری که موجب تشویش اذهان مردم تضعیف دولت و تخریب برخی از اقدامات دولت می شود را منتشر نکنند فیروزآبادی به سراحت اعلام کرده رسانه هایی که به نوعی به نیروهای مسلح مرتبطند خطا می کنند و برابر منویات رهبری حرکت نمی کنند بنابراین باید روششان را اصلاح کنند وگرنه با آنها برخورد می کنیم خبرگزاری فارس نسیم، تسنیم و روزنامه جوان سه خبرگزاری و روزنامه وابسته به سپاه هستند که در حال حاضر رهبری بسیاری از حملات علیه دولت روحانی را بر عهده دارند. پایگاه خبری دراویش گنابادی مجذوبان نور از بازداشت محمد نوریزاد در پی دیدار با دراویش گنابادی و جمعی از فعالان مدنی در شهر شیراز خبر داده است. این رسانه گزارش داده است که نیروهای امنیتی روز 29 اردیبهشت آقای نوریزاد را که با اعلام قبلی به حافظی شیراز رفته بود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند این گزارش به بازداشت چند ساعت جمعی از دراویش گناوادی و فعالان مدنی شهر شیراز نیز اشاره دارد که به منظور دیدار با محمد نوریزاد به حافظیه رفته بودند وبسایت مجذوبان نور می نویسد که آقای نوریزاد پس از حضور در مجموعه حافظیه و دیدار با شهروندان شیراز قصد ملاقات با خانواده های فرشید یداللهی و امید بهروزی در آبیش گنابادی زندانی را داشت که بازداشت شد. آقای نوریزاد منتقد سیاست های علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است و در نامه های متعدد سرگشاده خطاب به او نسبت به وضعیت آزادی ها در کشور اعتراض کرده. امریک بارها منجر به بازداشته او شده است. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید به تیم مذاکره کننده هسته ای درباره عبور از خطوط قرمز تذکر داده شده است. آقای نقوی حسینی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم همچنین گفت در توافق اولیه ژنو خطوط قرمز رعایت نشده و غربی ها گفتند همه تحریم ها به علت فعالیت های هسته ایران نیست. این نماینده مجلس گفت ما حرفمان این است که در توافق نهایی به محض اجرای توافق کل تحریم ها باید رفت و برداشته شود. اما آنها نظرشان این نیست آنها بازی جدیدی را انداختند و میگویند که تحریم ها دستبندی دارد وی گفت غربی ها میگویند بخشی از تحریم ها مربوط به مسائل هسته ای بخشی دیگر برای حقوق بشر بخشی دیگر برای تروریسم بخشی دیگر برای بحران های منطقه و بخش دیگر مربوط به موشک های بالستیک است اسحاق جهانگیری با بیان اینکه مذاکرات هسته ایران با گروه پنج به علاوه یک به بنبست نرسیده است گفت دولت مصمم به رساندن پرونده هسته‌ای به نتیجه مطلوب است و همچنین ابراز خوشحالی برخی از شکست مذاکرات را اشتباه توصیف کرد خبرگزاری مهر گزارش داد اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی با اشاره به خوشحالی برخی از بنبست در مذاکرات هسته ای گفته است اینکه برخی خوشحالی می کنند که فلانکار شکست خورده است اشتباه می چون این دولت و این مجموعه قوی ترین نیروهایی هستند که به پشتوانی مردم و حمایت رهبر مصمم هستند این پرونده را به نتیجه مسلوب خود برسانند. اشاره معاون اول رئیس جمهوری به روزنامه های امنیتی از جمله روزنامه کیهان و جوان است که پس از مذاکرات وین چهار با گروه پنج به علاوه یک و تلاش دولت یازدهم برای حل و فصل پرونده ای و رسیدن به توافق جامع را شکست خورده توصیف کردند. جانگیری با تاکید بر اینکه دولت باید در فضای بین المللی آرامش ایجاد کند تا فعالان اقتصادی بتوانند از تمام امکانات برای خروج از رکود استفاده کنند گفته است مذاکرات هسته جزو جزء اصلی ترین کارهای دولت در این راستاست که با حفظ خطوط قرمزی که توسط رهبری ترسیم شده پیگیری می شود معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرده دولت در نظر دارد از موضع منطق، استدلال و گفتگو مسائلش را با دنیا حل کند و این موضوع حل خواهد شد. پیش از جانگیری حسن روحانی نیز با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفته بود مذاکرات ایران با گروه پنج به علاوه یک با وجود دشواری هایی که وجود دارد در نهایت به توافق خواهد رسید چرا که مسلحت همگان در توافق و بازی برد برد است جمهوری اسلامی ایران هرگز نخواسته به دنیا دروغ بگوید و امروز نیست به دنبال آن نیست. آقای روحانی تاکید کرده بود هدف جمهوری اسلامی ایران فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بوده و آن را دنبال خواهد کرد و این حق مردم را پیگیری می‌کند. اما در این حال می‌خواهد تا در روند گفتگو به تفاهم مشترک که به نفع همگان است برسد. آقای روحانی همچنین گفته بود البته این بدون معنا نیست که ملت ایران از تحریم‌ها هراسی داشته باشد. این ملت در هر شرایطی ایستادگی و مقاومت خواهد کرد و آنچه برای دولت مهم است منافع مردم انقلاب و امنیت ملی کشور است با وجود بینتیجه ماندن دور چهارم مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز یک روز پیش از حسن روحانی با ارسال پیامی رسیدن به توافق را ممکن دانست و نسبت به از دست رفتن فرصت هشدار داد مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک روز جمعه 27 اردیبهشت در وین بدون نتیجه رسیدن به مرحله آغاز نگارش متن توافق نهایی خاتمه یافت پس از بی نتیجه ماندن دور چهارم مذاکرات عباس عراقچی خبر داد که دور بعدی مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک 26 تا 30 خرداد ماه در وین برگزار می شود مهلت شش ماهی توافق موقتی یا طرح موسوم به اقدام مشترک سیوم تیر به پایان می رسد. نخستین نتایج شمارش آرا در انتخابات پارلمانی عراق نوری المالکی نخست وزیر کنونی را برنده نشان می دهد. اما او به کسب اکثریت آرا موفق نشده است. کمیسیون انتخابات در بغداد شب گذشته اولین نتایج شمارش آرا را اعلام کرد. در اطلاعیه این کمیسیون گفته شده که جبه اعتلافی نخست وزیر 92 کرسی از 328 کرسی را به دست آورده و با فاصله زیاد از سایر نیروهای سیاسی جلو افتاده است. با این حساب و با توجه به پراکندگی نیروهای سیاسی و ضعف سنت اعتلافی در کشور تشکیل طولت آینده راهی ناهموار و دشوار خواهد بود. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه اعلام کرد که تعداد کشته ها در جنگ داخلی سوریه بالغ بر 160 هزار نفر شده است. آماری که به نسبت ماه گذشته سیر سعودی سریعی داشته است. این گروه که در بریتانیا مستقل است، آخرین آمار از تلفات در جنگ داخلی سوریه را منتشر کرد که نشان می دهد تعداد کشته ها در این جنگ از ماه مارس سال 2011 تا کنون 162402 نفر بوده است. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه میگوید که این آمار شامل شهروندان غیر نظامی شورشیان و اعضای ارتش سوریه است. دادگاهی در ترکیه حکم ممنوعیت سفر رضا زراب به خارج از کشور را ملغا اعلام کرد. بر اساس گزارش و تحلیل های رسانه ها این حکم تازی دادگاه نشان از آن دارد که دولت ترکیه مصمم است پرونده را از مجرای حقوقی عادی آن خارج کند. گفتنی است در پرونده‌ای که به تخلفات رضا زراب مربوط می شود ادهی از نزدیکان رجب طیب اردوغان نخست وزیر درگیر هستند افشای این پرونده در رسانه های جمعی از مهمترین چالش هایی است که دولت اردوغان طی 11 سال زمامداری با آن روبرو شده است یک گزارش نیروهای نظامی که در اوایل سال جاری میلادی به بیرون درس کرد نشان می‌دهد که رضا زراب سردسته باندی است که به جمهوری اسلامی کمک کرد تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی را دور بزند. به گزارش خبرگزاری عربستان ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه این کشور پروژه پنج ساله برای توسعه و بالابردن آموزش عمومی در عربستان به ارزش 21 میلیارد و 33 میلیون دلار امضا کرد. سایت وزارت آموزش و پرورش سعودی به نقل از شاهزاده خالد بن فیصل وزیر آموزش و پرورش نوشت بر اساس این طرح 1500 کودکستان در سراسر کشور ساخته خواهد شد. 25 هزار معلم تربیت می شوند و علاوه بر اینها مؤسسات آموزشی زیادی ایجاد و مدارس به اینترنت پرسرعت مجهز خواهند شد. اما در پی نارامی ها در دو شهر بزرگ بنغازی و ترابلس دو کشور مصر و الجزایر مرزهای خود با لیبی را بستند. خبرگزاری ها گزارش دادند مصر و الجزایر به دلیل تحولات اخیر لیبی مرزهای خود با این کشور را بستند و فقط اجازه می دهند تا اتباع لیبی از الجزایر خارج و شهروندان الجزایری وارد کشورشان شوند. با تشدید نعارامی ها در لیبی، عربستان سعودی و امارات عربی نیز سفارت های خود در این کشور را تعطیل کردند و تمام کارمندان سفارتخانه خود در ترابلوس را خارج کردند. در رویدادی دیگر فرمانده نیروهای ویژه لیبی از پیوستن نیروهای آن به گروه شورشی طرفدار ژنرال خلیفه هفتر فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش لیبی خبر داد به گزارش رویترز ونیس بوخماده فرمانده نیروهای ویژه لیبی گفته ما با ژنرال خلیفه هفتر هستیم و از وی حمایت میکنیم ژنرال بازنشسته خلیفه هفتر گفته است قصد دارد لیبی را از تندروهای اسلامگرا پاکسازی کند در حالی است که دولت لیبی روز دوشنبه ضمن ارائه طرحی به منظور خروج کشور از بحران کنونی از کنگره ملی خواست تا انتخابات پارلمانی آینده این کشور و انتخاب پارلمان جدید فعالیت خود را به حالت تعلیق در بیاورد. از سوی دیگر برخی منابع خبری گزارش دادند دولت لیبی که ریاست آن را احمد موئیتیق نخست وزیر جدید این کشور بر عهده دارد از کنگره ملی خواست تا برای انتخاب نخست وزیر جدید بار دیگر رأیگیری کند کنگره ملی لیبی چهاردهم اردیبهشت سال جاری برای انتخاب نخست وزیر جدید تشکیل جلسه داد و در آن احمد معیتیق که گفته می شود وابسته به جریان های اسلامگرایان است با بیش از 120 رأی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شد و بلافاصله معمور به تشکیل کابینه شد درگیری ها در شهر بنغازی لیبی از فوریه آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد. این درگیری ها تا کنون بیش از 80 کشته و 150 زخمی بر جای گذاشته است. رخداد تازه در آن کشور نگرانی ها از جنگ داخلی را افزایش داده است. مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی از امکان پرداخت قرامت توسط ایران به بریتانیا بابت حمله سال 1390 به سفارت بریتانیا در تهران سخن گفت وی در مصاحبه با روزنامه بریتانیای گاردین با ذکر این مطلب همچنین گفت که در مورد حمله یاد شده عذرخواهی در برنامه نیست معاون وزیر خارجه ایران گفت که دیدار ماه گذشته سایمون از تهران به خوبی پیش رفت و در برخی موارد توافق حاصل شد و در برخی موارد هم توافقی به دست نیابند آقای تخت روانچی در این مصاحبه همچنین گفت امکان دارد تا پایان سال میلادی توافقی در زمینه از سرگیری روابط دو جانبه به آید اما برای آن جدول زمانی مشخصی انجام نشده است ایران و بریتانیا از دو سال پیش روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند تا آذر سال 1390 که نیروهای موسوم به دانشجویان بسیجی به طور سازماندهی شده به سفارت بریتانیا در تهران حمله کرده و عکس ملکه این کشور را پایین کشیدند دو کشور در پایتخت های یکدیگر سفیر داشتند. همزمان با پیشنهاد جمهوری اسلامی به اعضای اوپک, اوپک مبنی بر باز کردن جا برای بشکه های نفت صادراتی ایران وزیر نفت عربستان بزرگترین تولید کننده ی نفت اوپک به این پیشنهاد واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری مهر علی النعیمی وزیر نفت عربستان با تاکید بر اینکه این کشور و اوپک حدود چهل درصد نفت جهان را می می‌کنند گفت نگران عرضه اضافی نفت از سوی ایران و عراق نیستند علی النیمی به خاطر داشته باشید که جهان سالانه بیش از سی میلیارد بشک نفت مصرف کند و کسی باید آن را جایگزین کند بنابراین هر چقدر نفت بیشتر تولید شود جایگزینی آن نیز بیشتر خواهد شد بیژن زنگنه وزیر نفت هفته گذشته در حاشیه اجلاس انرژی روسیه در جمع خبرنگاران از چراغ سبز اعضای اوپک به منظور باز کردن جا برای بشکه های نفت خام صادراتی ایران خبر داد و اعلام کرده بود در حال حاضر به طور متوسط روزانه ایران حدود 1.5 میلیون بشکه نفت صادر میکند. حسین کشایی مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان روز گذشته از فروش مکالمات محرمانه بعضی از شهروندان اصفهانی توسط برخی کارمندان متخلف خبر داده بود. وی گفته بود که کارمندان مخابرات استان اصفهان مکالمات محرمانی بعضی از شهروندان را ضبط و سپس آن را به همان شهروندان یا دیگران میفروشند کشایی پس از آن در گفتگو با تابناک ضمن کز بودن خبر گفت جملات نقل شده از بنده به هیچ وجه صحت ندارد گفتنیست این خبر نیز بلافاصله از روی تمام خروجی های های ایران پاک شد احمد توکلی نماینده مجلس ایران درباره پرونده رانت 650 میلیون یورویی گفته است دیوان محاسبات برخورداری یک تاجر خاص از رانت را تایید کرده و پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارجا شده است سایت الف بیشتر فاش کرده بود که دولت یک راند 650 میلیون یورویی را در اختیار یکی از وارد کنندگان نهادهای دامی قرار داده است توکلی در یک نشست خبری در تهران گفت دو ماه و نیم صبر و تلاش کردم که به طور محرمانه دولت را قانع کنم که کارشان اشتباه بوده است نهایتا پانزدهم دی ماه طبق وظیفه نمایندگی موضوع را به مجلس گزارش دادم پس از لغو جلسه سخنرانی حسن خامنی در بروجرد بر اثر فشار گروه های مخالف این سخنرانی فرماندار بروجرد از سمت خود استعفا داد این استفاده در حالی است که هفته پیش محمد رضا توی سرکانی نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج گزارش ها لغو سخنرانی حسن خمینی در دانشگاه بروجرد را تکذیب کرده و گفته بود یک تیم خبری درباره موضوع خبرسازی می کند. در حالی که وزارت کشور پیشتر گفته بود در حال بررسی علل لغو سخنرانی حسن خمینی در همایشی در بروجرد است، وزیر کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد فرماندار بروجرد قصور خود در خصوص لقب این همایش را پذیرفته و استعفا کرده است و استعفای وی نیز پذیرفته شده عبدالرزا رحمانی فضلی گفته به تشخیص وزارت کشور این قصور و انفعال از سوی گروه یا جناه خاصی نبوده و تنها فرماندار بروجرد در این خصوص بسیار ناپخته تصمیم گیری کرده است دانشگاه دولتی آیت الله بروجردی 15 اردیبهشت ماه از لغو نشست تبیین شخصیت علمی خمینی خبر داد و در بیانیه اعلام کرد با کمال تأسف به سبب افرادگری افرادگریان و تهدیدهای تشنج آفرینها ها و با نهایت شگفتی برخی مسئولان و تاثیرگذاران این شهر اصرار بر برگزاری همایش با حذف یکی از سخنرانان همایش را داشتند در همین خصوص 27 اردیبهشت ماه رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور اعلام کرد در پی ماجرای لغو سخنرانی حسن خمینی در بروجرد هیئتی برای بررسی این موضوع تشکیل شده است وزیر کشور در خصوص دلیل لغو این همایش توضیح داد متاسفانه به رغم مجوز قبلی مبتنی بر تشکیل جلسهای در دانشگاه بروجرد با حضور افراد شاخصی همچون آیت الله دوری نجف آبادی، آیت الله محلاتی، سید حسن خمینی، سخنرانی دیگری از سوی برخی افراد به دلیل سلیقه‌ای یا سیاسی همزمان در آن محل ترتیب داده شده بود که مسئولین محلی از آن مطلع نبودند. به تاکید کرده وزارت کشور مسئول صدور مجوز برای برگزاری مراسم است و اگر اتفاقی در این خصوص بیفتد تحلیل آن با توجه به ارجحیت مصالح عمومی جامعه بر عهده وزارت کشور خواهد بود بیشتر و در پی برهم خوردن جلسه سخنرانی حسن خمینی توی سرکانی نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج صریحا این موضوع را تکذیب کرده بود و گفته بود یک تیم خبری درباره این موضوع خبرسازی می کنند. آقای توی سرکانی اضافه کرده بود تاکید بر لغو این سخنرانی نشان می دهد که دشمن دارد تلاش می کند حاکمیت دوگانه ای در کشور القا کند. اما در همین راستا محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران در واکنش به لغو سخنرانی حسن خمینی از سوی گروهی از نیروهای تندروی محافظه‌کار خطاب به آنها گفته این چه برنامه غلطی است که انجام میدهید؟ این روحانی محافظه‌کار بر هم چنین مراسمی را افرادی دانسته که ضعف فکری دارند یا اثر ناآگاهی دست به چنین کارهایی میزنند و یا اغراض دیگری دارند هفته گذشته برخی رسانه ها از لفظ سخنرانی حسن خمینی در دانشگاه بروجرد بر اثر فشار و تهدید نیروهای لباس شخصی خود سر و برخی نمایندگان محافظه‌کار تندرو مجلس خبر دادند. حسن خمینی قرار بود در همایشی به نام تبیین شخصیت علمی امام خمینی در این دانشگاه سخنرانی کند. حسن خمینی فرزند احمد خمینی که گفته می شود پدرش توسط حکومت ایران کشته شده تمایلات اصلاح طلبانه دارد و به دینسان مورد حجمه محافظ قرار می‌گیرد. در پی ماها بحران سیاسی در تایلند سرانجام ارتش این کشور وارد عمل شد و اعلام حکومت نظامی کرد فرمانده ارتش گفت که این اقدام به معنای کودتا در تایلند نیست و مسئولیت امور کشور همچنان بر عهده دولت موقت است به گزارش دویچه وله بامداد امروز سهشنبه فرمانده ارتش تایلند بیانیه برقراری حکومت نظامی را در تلویزیون قرائت کرد وی گفت که این اقدام ارتش باید صلح و نظم برای همه شهروندان را تامین کند ارتش آزادی رسانه ها را محدود کرده و فعالیت دست کم ده کانال تلویزیونی در تایلند متوقف شده است به نوشته مجله آمریکایی نیوزویک علیرضا اسکری که در سال 1385 در کشور ترکیه ناپدید شد در آمریکا و تحت بازداشت سازمان جاسوسی این کشور قرار دارد به ادعای نیوزویک علیرضا اسکری در سال 2007 میلادی 1385 پس از اخراج از ترکیه از سوی دولت جورج دبلیو بوش پناهندگی گرفته است این گفته ها در کتابی موسوم به جاسوس خوب که به بیوگرافی روبرت آمس از افسران سازمان سیا پرداخته آمده است در همین راستا خبرگزاری با وابسته به سپا هم نوشت یک منبع آگاه در این باره گفته است اسکری دو مکالمه تلفنی با دوستان خود که در آلمان زندگی کنند داشته است اسکری در این مکالمه تلفنی از دوستش خواسته است تا به همسرش اطلاع دهد که او سالم است و ای از آن زمان تا کنون ناپدید شده است. دادستانی آمریکا پنج مقام نظامی چین را رسما به حک کردن سایت های شش شرکت آمریکایی و سرقت اسرار تولیدات صنعتی آنها متهم کرد. اریک هولدر دادستان کل آمریکا گفت این مقام های نظامی چین با حک سایت های این شرکت ها به جاسوسی اقتصادی و سرقت اسرار صنایع هسته‌ای فولاد و انرژی خورشیدی دست زدند او گفت که آمریکا اقدامات مجرمانه دولت های خارجی را برای تضعیف شرکت های آمریکایی تحمل نخواهد کرد این اولین بار است که چنین پرونده‌ای علیه یک دولت خارجی گشوده می‌شود دبیر کل ناتو و برخی دیگر از مقامات غرب گفتند که هنوز هیچ نشانه ای مبنی بر بازگشت نظامیان روس از مرز اوکراین دیده نمی شود. در همین راستا سخنگوی کاخ سفید هم رسما خبر خروج نیروهای روسی از مرزهای اوکراین را تکذیب کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه به نیروهای نظامی این کشور که در مرز اوکراین مستقر هستند دستور داده بود به پایگاههای خود بازگردند. کاخ سفید عقب نشینی نیروهای روسیه از مرزهای اوکراین را تکذیب کرد. این تکذیب پس از آن صورت گرفته که سایر نهادهای آمریکایی هم در اقدامی مشابه این موضوع را تکذیب کرده بودند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در این خصوص گفت در صورتی که روسیه نیروهایش را از مرزهای اوکراین عقب رانده باشد، آمریکا متوجه می شود و می توانست موضوع را به صورت علنی تایید کند. سخنگوی کاخ سفید در این حال از خروج آنچه به گفته وی چهل هزار سرباز روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین بوده استقبال کرده است. کاخ کرملین در بیانیه روز دوشنبه 29 اردیبهشت اعلام کرد نیروهایی که به منظور رزمایش در مناطق روستوف، بلگرود و بریانسک مستقر شدند به پادگان ها باز کردند. این گزارش گفته بود فرمان آقای پوتین به سرگل شایگو وزیر دفاع روسیه ابلاغ شده است. اما بیانیه کرملین مشخص نمی کند که چه تعداد از نیروهای نظامی روسیه از این سه منطقه به پادگان ها باز خواهند گشت و این فرایند تا چه زمانی انجام می شود. حدود دو هفته پیش نیز رئیس جمهوری روسیه بیان کرده بود نیروهای این کشور از مرز اوکراین عقب می نشینند. اما چندی بعد ایالات متحده اعلام کرد تصاویر ماهواره این نشان می دهد نیروهای روسیه همچنان پشت مرزهای اوکراین مستقر هستند. اکنون نیز در شرایطی که کرملین فرمان جدید ولادیمیر پوتین را منتشر کرده دبیر کل ناتو میگوید هیچ نشانه ای مبنی بر تغییر مواضع نیروهای روسیه در مرز اوکراین به چشم نمیخورد به گزارش رویترز آندرس فوک راسموسن در این خصوص گفته است متاسفانه ما هیچ نشانه ای ندیدیم که ثابت کند روسیه عقب نشینی را آغاز کرده باشد با این حال دبیر کل ناتو تاکید کرده بازگشت نیروهای روسیه از مرز میتواند بحران اوکراین را کاهش دهد پیش از این، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از مسکو خواسته بود نیروهای نظامی خود را به عقب بازگرداند و برای پایان دادن به بحران اوکراین و رفع تنش‌ها در منطقه وارد مذاکره شود. از سوی اوکراین نیز اعلام کرده ارتش آن کشور در برابر حمله احتمالی روسیه به حالت آماده باش کامل درآمده. با این حال، مقامات روسیه تأکید کردند مسکو قصد اعزام نیرو به داخل خاک اوکراین را ندارد. در همین حال روسیه از تحرکات نظامی ناتو ابراز نگرانی کرد و در تعاول دیگر هم نمایندگان کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا با هدف نظارت بر روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین روز پنجشنبه به کیف پایتخت این کشور بحران زده اروپای شرقی می روند. به گزارش خبرگزاری رسمی اسپانیا چهار نماینده مجلس از احزاب مختلف این کشور در هیئت پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا حضور دارند هدف این هیئت نظارت بر روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه آینده 25 مه در اوکراین است. پیش از این مقام های کمیسیون انتخاباتی و صاحب نظران از وضعیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده در شرق اوکراین به دلیل درگیری شبه نظامیان هوادار روسیه با نیروهای ارتش ابراز نگرانی کرده بودند. کمیسیون انتخابات اوکراین نیز روز شنبه نسبت به اقدامات شبه نظامیان در لوهانسک و دونسک برای جلوگیری از برگزاری انتخابات در این مناطق هشدار داده بود. ساکنان این مناطق در هفته ای اخیر اقدام به جدایی طلبی و درگیری با ارتش اوکراین کردند که در نتیجه آن چندین نفر کشته یا زخمی شدند. قلام حسین محسنی جهی دادستان کل و سخنگوی قوه قضایی ایران خودداری وزارت ارتباطات از فیلتر کردن واتس اپ در پیروی از دستور حسن روحانی را خلاف قانون خواند و گفت که وزیر باید پاسخگو باشد. محسنی اجهی در یک کنفرانس خبری در تهران گفت جلسه کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه برخلاف گفته وزیر ارتباطات طبق ضوابط قانونی تشکیل شده و رأی هم که صادر شده قانونی است. واتس اپ یک سرویس پیامرسان اینترنتی است که استفاده از آن در تلفن‌های هوشمند بین گروهی از کاربران ایرانی رواج دارد. ژیل ژاکوب رئیس فستیوال سینمایی کن از طریق صفحه توییتر خود به حملات و انتقادهای مقامات جمهوری اسلامی در مورد رفتار غیر اسلامی لیلا حاتمی واکنش نشان داد. آقای ژاکوب در پاسخ به اعتراضات مطرح شده در صفحه توییتر خود نوشت این من بودم که با خانم حاتمی روبوسی کردم. در آن لحظه او در نظر من مظهر تمامی سینمای ایران بود. جیل جاکوب ادامه میدهد این بحث جنجالی که به دلیل یک رسم عادی و متداول دنیای قبل در گرفته دلیلی برای بودن ندارد و ناموجه است به دنبال روبوسی لیلا حاتمی با ژیل جاکوب در جشنواره کن مقامات جمهوری اسلامی به این هنرمند حمله کردند حسین نوشابادی معاون وزیر ارشاد گفته بود هنرمندانی که در جشنواره های بین المللی حاضر می شوند باید شعونات ایرانی اسلامی را رعایت را کنند همچنین خانم لاله افتخاری دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اعتراض شدید به رفتار لیلا حاتمی خواهان برخورد جدی با او شده و گفته بود ما شهید داده ایم که اسلام زنده بماند این اسلام نباید با رفتارهای غیر اخلاقی کسی که خود را هنرمند ایرانی میداند آسیب ببیند به گزارش خبرگزاری مهر سردار احمد رضا رادان جانشین رئیس پلیس کشور امروز سهشنبه در همایش مدیریت جرم سرقت در پاسخ به سوالی در مورد اکران فوتبال جام جهانی در سینماها گفت اکران فوتبال های جام جهانی در سینماها به صورت مختلف ممنوع است و سینماها می توانند به صورت جداگانه فوتبال را برای آقایان و خانم ها در سینماهای مختلف اکران کنند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از ادامه فعالیت گشت ارشاد برای برخورد با گروه های یافته و شبکه های ابتزال خبر داد. پیشتر حسن روحانی در جریان افتتاحیه نمایشگاه کتاب در روز نهم اردیبهشت گفته بود صاحبان فرهنگ به ارشاد و گشت ارشاد نیاز ندارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست شورای اجتماعی کشور موضوع این نشست را بحث افاف و هجاب عنوان کرد و گفت گزارش هایی از سوی سازمان تبلیغات، بسیج و نیروی انتظامی به همراه جمعبندی که وزارت کشور از سایر دستگاه های زیرب داشته است در این جلسه ارائه شد و همه به دنبال این هستند که بتوانند با تمهیدات اندیشیده شده در راستای حفظ ارزش های دینی، اخلاق عمومی جامعه و برقراری امنیت اجتماعی عمل کنند تا شاهد برخی مظاهر نامناسب ارزشی و اخلاقی در جامعه نباشیم رحمانی فضلی با بیان اینکه در این راستا نیروی انتظامی قطعا اقدام سلبی خواهد داشت و موفقیت هایی را نیز در این زمینه کسب کرده است اظهار داشت مقرر شد با شبکه ها و گروههایی که سازماندهی شده در جهت خدشدار شدن وضعیت حرکت می کنند برخورد مناسبی از سوی نیروی انتظامی صورت بگیرد و همچنین دستگاه های مختلف فرهنگی از جمله صدا و سیما، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات در خصوص ترویج اخلاق اسلامی، فرهنگ دینی و هجاب فعالیت های بیشتری را انجام خواهند داد. وی تصریح کرد مقرر شده است بازرسانی از سوی شورای اجتماعی تعیین و ماهانه به همه دستگاه ها سر بزنند و موارد تعیین شده را مورد بررسی قرار داده و نتیجه آن را به شورای اجتماعی ارائه دهند وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا فعالیت گشت ارشاد در جامعه محدود می شود و رویکرد آن تغییر می کند گفت موضوع گشت ارشاد به عنوان یکی از وظایفی که در نیروی انتظامی تعیین شده برای ایجاد امنیت اجتماعی و برای مسئولیت کل جامعه در جهت مقابله با ناامنی و نگرانی جامعه صورت میگیرد. وزیر کشور ادامه داد اگر در مواردی از موضوعات اخلاقی مثل هجاب کسانی به عنوان گروه های متشکل و سازمان یافته در شبکه های ابتزال قرار دارند حتما باید واحد های گشتی باشند تا وظیفه خود را انجام دهند. وی گفت در برخی موارد نیروی انتظامی بدون تشکیل پرونده و بیشتر از راهنمایی ها و ارشاد ها موضوع را حل و فصل می کند ولی باز در ایجاد امنیت اجتماعی اقدامات سلبی در خصوص مواردی که تحت عنوان شبکه های ابتزال فعالیت می کنند نیاز است. دو هفته پیش در همین راستا حسن روحانی در افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران گفته بود همه ما از جمله دولت مردان و دولت ها نیازمند ارشاد صاحبان فرهنگ هستیم. صاحبان فرهنگ و اندیشه نیازی به گشت ارشاد ندارند. با این همه یک روز پس از این صحبتها خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داد که نیروهای پلیس امنیت اخلاقی که گشت ارشاد نامیده میشوند مقابل درهای ورودی مسلای تهران مستقر شدند و به کسانی که ظاهر مناسبی ندارند تذکر دهند همچنین اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم در پاسخ به اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی درباره حضور گشت های ارشاد در نمایشگاه کتاب تهران گفت که گشت ارشاد به سراغ آدم های بی فرهنگ می رود. فرمانده ناجا اعلام کرده بود که تناقضی بین گفته های رئیس جمهوری و معمولیت های گشت ارشاد نمی بیند و گشت ارشاد تنها سراغ آدم های بی فرهنگ می رود. با آغاز فصل گرما در ایران پوشش شهروندان به ویژه زنان و دختران خبرساز است و نیروی انتظامی با عنوان حفظ افاف اسلامی به برخورد با افرادی که بد پوشش میخواند میپردازد شیوه عمل نیروهای انتظامی در برخورد با جوانان و زنان در ایران در قالب آنچه که به گشت ارشاد مشهور است همواره انتقادهای بسیاری برانگیخته است حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی چه در جریان انتخابات ریاست جمهوری و چه پس از آن بارها تاکید کرده که با عملکرد گشت ارشاد موافق نیست با این حال بخشهایی از فعالیت های گشت ارشاد زیر نظر دولت او انجام می شود با این گزارش به پایان این بخش خبر می رسیم سپاس گذارم که با ما همراه هستین تا لحظاتی دیگر بیننده برنامه صفحه ای که ما باشیم، شب شو.